این ملت به دست ما دادن، این رو واقعا آدم قیام کند به حقوق که باید. اگر قیام کرد اون ور آب که رفت شاده، و اگر قیام نکرد متأثر و پشیمان. اینم نکته دوم. نکته سوم، خدماتی است که در جهت اعتلاء کشور که ما الان زیاد داریم، همین مسئله بوشه که به حمد الله پیش آمد، و اینکه تا چند ماه دیگر که مشخص هم کردن برق وارد شبکه کل کشور میشه، از همین انرژی هسته‌ای که در بوشه البته خیلی وقت هم از دنبالشن و الحمدلله به نتیجه رسید، این و همچنین اون هواپیمای بدون سرنشین و تمام این کارهایی که امروز نظامی و غیر نظامی میشه، اینا همه در اعتلاء کشوره. بتوانیم انشاءالله این نظام را به دست مبارک حضرت ولی عهد عجل الله تعالی فرجه الشریف بسپاریم. نکته دیگر که نکته آخرم هست، جمعه آینده که جمعه قدسه، انشاءالله اهتمام وسیع ملت عزیز ما به کشورهای اسلامی به روز قدس داشته باشند، چون این بیرون آمدن ها و شعار دادن ملت فلسطین رو تقویت میکنه، مواضعشون رو تقویت میکنه، دشمن ها نمیتونن این ملت رو ببلعن. و با کمال تأسف در دنیای امروز اینجوره، دنیاییست که میبلعن ضعیف ها رو، دنیاییست که با کلاهک ها و جنگ اتم و کلاهک های اتمی و اینا دین رو تفسیر میکنن، عدالت رو تفسیر میکنن، امنیت رو تفسیر میکنن، خدمت رو تفسیر میکنن، خیانت رو تفسیر میکنن، همه رو تبیین میکنن با این قلم، با قلم تهدید، با قلم سلاح اتمی، با قلم این همه زور، تزویر، این همه پول و زر و این کارهایی که داره دنیای استقبال میکنه. ما داریم در چنین دنیایی زندگی میکنیم، داریم واقعا بسیار دنیای بدی، ولی از اون طرف هم با کمال تأسف اثر میذاره این ملت ها رو، این اخلاقشون رو خراب میکنه، خراب میکنه. واقعا این شب قدر، ما این شبهای قدر از خدا بخوایم خداوند اخلاق ما رو درست کنه انشاءالله. چون باطن عالمه، یعنی مقام رب رفتن تو باطن عالمه. تو باطن عالمم فقط انبیا و اولیا، اینم کمی میتونن وارد بشن تو باطن عالم. مثلا همین شب قدر رو در باطنش بزرگان وجود وارد میشن. شبی که شبش قدر درشه از هزار ماه که شب قدر نداره بهتره، یعنی از هزار و صد هم بهتره، از دو هزار هم بهتره، از ده هزار ماه هم بهتره. بله، اولش رو باز گذاشته، هیچ کس نمیده، بسته دهنها رو، زبونها رو بسته که یکی بیاد بگوید که ماهی که شب قدر درشه مساویست با صد میلیون سالی که شب قدر نیست، باز جلوشو بسته.